صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنت الله على اعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام على المهدي وعلى آبائه السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان محترم با برنامه تکیه بین الحرمین از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در بهشت روی زمین کربلای مقدس کربلای معلا در خدمت همه شما عزیزان هستیم وارد بحث می شویم بحث ما بررسی مقتل آقا سید الشهدا روحی له الفدا کتاب نفس المحموم ترجمه آن را خدمت می کنیم در کربلا چه گذشت می دانید که رسیدیم به میدان رفتن اصحاب با وفای آقا سید الشهدا روحی له الفدا و احوالات حضرت جون ابن حوی ابی مالک سلام الله علیه غلام ابی ذر غفاری که در خانه امام مجتبی و سید الشهدا روحی له الفدا خدمت کرد سالیان سال را و در عاشورا هم حضرت او را به حضرت زین العابدین بخشیدن اینها را تأکید می کنم که بدانید تحت چه تربیتی این بزرگ مرد رشد یافته است 95 سال حدوداً سن این بزرگوار را نقل کردن اصحاب تاریخ پیر مردی که نسبت به آقا سید الشهدا و امام مجتبی صلوات الله علیهما در نهایت تواضع بود و سپهرش به جایی رسانید کار که شد نام بر لؤلؤ شاهوار هر کس در این خانه در درگاه این خانه تواضع کند به قدر تواضعش حضرت حق او را رفعت درجه می دهد گذشته از این که آیات و روایات ما حاکی از این مطلب هست تجربه همان را
نشان داده است. می نگرید و می بینید نوکران با اخلاص آقا سید الشهدا روحی لالفدا، آنهایی که فقط و فقط برای ابی عبدالله خدمت می کنند، چه عزتی دارند بین مردم، و بعد از این که این دار فانی را وداع می گویند، چگونه بر سر دست ها با عشق و علاقه مردم تشییع می شوند و به خانه قبر خدمت اربابشان سید الشهدا وارد می شوند. چیزهایی است که وجدانی است و دیگر از مرتبه استدلال گذشته است، بلکه بدیهیات است و همه میدانند، مگر آن کسانی که از دایره بیرونند، آنها که خیلی بعد دارند در این مسائل. به هر حال ما رسیدیم به این مطلب و دیروز اشاراتی کردیم که سؤالی را بیشتر پردازش کنیم و راجع به آن بیشتر صحبت کنیم، و آن این است که از وقتی که حضرت جان سلام الله علیه از اربابش ابی عبدالله طلب می کند که آقا به من عنایت کنید، رویم سپید شوم، بویم نیکو شود و حسب و نسبم متعالی شود، و تنفس علی بالجنه، مرا به سعی وادار توی ابی عبدالله صلوات الله علیه برای این که سبقت بگیرم برای انعام بهشتیه، تا آنجایی که سید الشهدا آمد بر بالین او و دعا کرد و استجابت دعای حضرتش نمایان شد برای بنی اسد، حتی بعد از 10 روز از استشهاد این بزرگوار فاصله افتاده است، و این فاصله لماذا؟ برای چه؟ نکته ایست حضرت سید الشهدا روحی لالفدا همان آن اشاره می فرمودند، می توانستند همان آن قبل از این که طلب کند به او میدادند، می توانستند، و حال این که شیمه حضرات آل الله از حضرت حق جل و علا چنین است که قبل از این که تو درخواست کنی حاجت را دادند. شنیده اید این مصرع بسیار زیبا را که گوش ارباب من آواز گدا نشنیده است، ما نبودیم و تمنامان نبود، گوش او ناگفته ما را شنود، قبل از این که طفل بگوید احتیاج به بصر دارم و چشم میخواهم و گوش برای شنیدن، حضرت حق به او داده است تمام نعمتهایی که لازم دارد، و در دقت این جمله خیلی مهمه، نعمتهایی که در فقر حقیقی است، یعنی حقیقتا احتیاج به آن دارد، حضرت حق به او میدهد. هرچه دیگر هم دقت ویژه، هرچه دیگر هم که میخواهی در فقر حقیقی بیا میدهد، با انانیت می روی نمی دهند، با تکبر می روی نمی دهند، با فقر بیا، با تواضع بیا، بدان که نداری می دهند. این معنای توکل است. به هر عنوان این فاصله شاید اینجا لازم باشد که راجع به دعا و طلب و استجابت قدری گفتگو داشته باشیم. یه نکاتی که برای بسیاری از شما عزیزان سوال است، یا اینکه از شما سوال می شود و در پی جواب هستید، برای دیگرانی که تحت تربیت شما هستند در امور ولائیه که تکلیف همه شماست، دیگرانی که تحت امر شما هستند، زیر دست شما هستند، نانخور شما هستند، گوش به دهان شما دارند، را تکلیفاً باید ولایت و براءت بیاموزید، وگرنه محشر و قیامت یقه شما را خواهند گرفت که چرا نگفتی ما هم بچشیم از این چشمه حیات و متنعم شویم. من گفتم خود دانی، حیا میکنی، خجالت میکشی، بلد نیستی، اینها همش توجیهاتی است که برای خودت داری و در محضر الهی قابل قبول نیست. توان پیدا کن، بلد شو و مبلغ ولایت حضرات آل الله شو ان شاء الله. شاید بپرسن و شما جواب بخواهی. جواب واضح است. در تأخیر در استجابت دعا مفصل بحث شده است. اگر ما بخواهیم برنامه را به همین موضوع اختصاص بدیم، شاید جلسات متوالیه باید صحبت کنیم، چون بحث بسیار عریض و طویل هستش، بحث عمق بسیاری دارد.
او که اسمع و سامعین است، او که میشنود. چرا من از او خواستم و نداده است؟ مگر او نگفته است ادعونی استجب لکم، دعا کنید مرا، من اجابت میکنم، پس چرا فلان حاجت را خواستم به من نداد؟ از این سوال هایی که بسیار پیش می آید. آقا جان، در دعا کردن شرایط بسیار مهم است. این گونه گتره نیست، این گونه هر دنبیل به قول عوام مردم نیست که بروی برداری، این گونه نیست. اگر طلبی داری شرایط باید فراهم کنی، اگر چیزی میخواهی باید قابلیت آن را فراهم کنی. شوخی اینجا میکنند بعضی، حتما شنیده اید که کسی میرفت توسل میکرد و طلب میکرد جایزه بزرگی از آن مؤسسه را، بعد به او گفتن تو آخه برو یه حسابی باز کن اونجا که اسمت بیاد در تومار قرعه کشی، بعد طلب کن، اصلا نیستی و طلب کرده ای. خب نیستی، بیا در میدان صدای خودت را به گوش او برسان. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. یه سری کارها میکنی دعا بسته میشود، اصلا دعای تو بالا نمیرود که طلب اجابت داری، تازه به کفر هم میفتی که چرا نداد. نستجیر بالله، اصلا در فاعلیت فاعل در موضوع کارگیره. علما میگن سالبه به انتفاع موضوع است، موضوع دعا در تو واقع نشده است هنوز که تو طلب اجابت میکنی. معلومه چه میگویم؟ مثل این میماند که کسی از شما بخواهد و به شما گله کند فلان روز چرا به من آب ندادی؟ خب مگر تو گفتی من تشنه ام و به تو آب ندادم؟ یا اگر گفتی به گوش من نرسیده است؟ این یک جوابی است که راجعش مفصلا بحث میشه. تحبس الدعا، یه گناهایی هست که دعا را میبندد، اصلا بالا نمی. شرایط دعا، جای پاک، لقمه پاک، ارزم به خدمت شما چیزهایی که اطراف است، انرژی های پاک میگن امروز دیگه، انرژی های مثبت، اینها باید فراهم شود. مثلا چه؟ مثلا ظرف آلوده را، ظرفی که پر از خس و خاشاک است، آلوده است، جناب عالی در آن شیر میل نمی کنید. شیر زلال سفید را در ظرف آلوده چه کسی میل می کند؟ ظرف آلوده است، تو طلب می کنی که آن حکیم متعال در این ظرف آلوده شیر سفید بریزد؟ ممکن نیست، ممکن نیست. پس این هم یه دلیل اسم شرایط و عرضم به خدمت شما قابلیت دعا باید ایجاد شود تا به اجابت بده. یک مطلب دیگه، مطلب دیگه همون استعداد است. استعداد چیه؟ مثال بزنم واضحه. شما برای کودک 3-4 ساله خودت هیچ وقت وسیله نقلیه با شتاب تهیه نمی کنی، موتور نمی خری، هرچند آن پسر بچه پا به زمین بکوبد و گریه کند که من الان موتور سیکلت یا از همین امور می خواهم، تو براش تهیه نمی کنی. چرا؟ حکمتت اقتضا نمی کند. یعنی او با این طلبی که دارد به سوی فنا و مرگ می رود و پدر حکیم چنین نمی کند. بله، استعداد. دقت کنید به کلمش، کلمه رو که حفظ کنید مطلب تو ذهنتون فوراً میاد. استعداد میخواهد. آن کسی که تو ازش طلب کردی حکیم متعال است، باید تو استعداد آن حاجت را داشته باشی که حضرت حق به تو بدهد. اینها از قبل طلب کننده، و موارد دیگری هم به آن اشاره شده است که در ابتدای کتب ادعیه بسیاری از اینها گفتگو شده است و بزرگان علما، کسانی که طی مسیر کرده اند، شواهد و مکاشفات و اینها که میدانی را آوردند. قدری هم برویم از قبل حضرت حق جل و علا، او که عنایت میکند چگونه است. روایت به یک روایت بسنده میکنه و آن روایت این است که وقتی عبدی بنده مؤمنی طلب حاجت از حضرت حق میکند، حضرت حق جل و علا به ملائکه میفرماید که ما حاجت او را دادیم ولی به دست او نرسانید، چرا که طلب او را از حضرت من دوست داریم. درگاه، درگاه سلطنت است. دوست داریم که عبد مؤمن ما برای ما در حاجتش بیشتر ناله کند. الحاح الملحین، ای کسی که دوست داری الحاح ملحین را. الحاح یعنی چه؟ یعنی اصرار کردن،
هی ناله زدن، هی خواستن، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن براید. به هر عنوان حضرت حق در اعطاش نستجیر و بالله هیچ بخلی ندارد، ولی رساندن به تو شرایطی میخواهد و این که آواز تو را خدا در دعا و طلب حاجتت میپسندد. ولی ادامه روایت میفرماید بعضی ها را خداوند به ملائکهش میگوید به او حاجتش را بدهید که برود که صدای او را دیگر نشنوم. این سخت است. ای کاش حاجت ندهند و ما را از در خانه خودشان رد نکنند. اگر بدهند بروی که وای به حال ما. میان برنامه را ببینید. شاه راه عالمی عشق است، وین راه هر چه یافت. شاه راه عالمی عشق است، وین راه هر چه یافت. بنده او عالمی، او بر همه مولاستی، مظهر عشق است حسنا، زیور حسن است عشق. می کند ادراک آن هر کس چه آن داناستی، علم را سرمایه عقل و عقل را پیرایه عشق، هر دو را سرمایه و پیرایه عشق اولاستی. حق حق است و خلق خلق و اول از ثانی بری، ثانی از اول معرا نزد هر داناستی. در تعقل هر چه آید نیست واجب ممکن است، کلما میزت مشاهد بر این دعواستی. ما عرفنا عقل کل، ما عرفنا عقل کل، با عشق کامل گفته است. در تحیر جمله دانایان در این بیداستی، چون که محدودی به وهمت هرچه آید حد توست. حد و تهدید و محدد در تو بس زیباستی. ممکن آزا صلی الله علیک و علی آب عبدالله. بسیار این قصیده زیباست. خدا رحمت کند مرحوم مرشد حسین پنجه‌پور را. همین گونه که شنیدید این قصیده را به این زیبایی پیاده میکنند. کسانی که دنبال شعر پر مغز و پر محتوا هستند، قصائد مرحوم قاآنی را ملاحظه کنند. یه اهل خیری قصائد مرحوم دیوان قاآنی، خب دیوان قطوری هستش، یه اهل خیری برداشته است و تمام قصائدی که راجع به حضرات آل الله صلوات الله علیه اجمعین سروده است مرحوم قاآنی در یک مجلد جمع کرده است و قطر کمی داره. تهیه کردنش فکر نمی کنم مشکل باشه. اگر اهل شعر و ذوق هستید و اشعار پرمحتوا می خواهید مطالعه کنید یا حفظ کنید، اشعار قاآنی را بسیار پیشنهاد می کنم. حکمت هست اشعارش. شنیدید الان. خب برگردیم توی بحثمون.
راجع به دعا و استجابت و آن اتفاقی که بین کسی که دعا می کند و آن کسی که قرار است به اجابت برساند قدری بررسی کردیم، نکاتی گفتیم. نکات بیشتر از اینه، عمق مطلب هم و واقعا بیش از این است که عرض کردم، ولی همین مقدار را اگر ملاحظه کنیم قدری به استجابت نزدیکتر می شم، یعنی اثرات آن را هم می بینیم. کار در استجابت، کار در دعا به جایی می رسد، کار در طلب به جایی میرسد. با این که میدانیم که نمک آشمان را هم باید از حضرت حق طلب کنیم، ولی مرتبه برای بعضی به جایی میرسد که هیچ چیزی طلب نمی کنند، صرف در مقام رضا و تسلیم هستند، که آن سیر ابراهیمی نام دارد که وقتی او را به آتش می انداختند حتی جبرئیل وحی هم نزد او آمد، گفت علک حاجتون فقال و اما الیک فلا، با تو کاری ندارم. او میداند چه میخواهم و میدهد. خب این مرتبه، مرتبه بالاست، مال اولیاء خلص الهیه. ما در همین مرتبه‌ای که هرچه میخواهیم را باید از اربابمان بخواهیم سیر میکنیم، در همین هم قدری میلنگیم، نقص داریم. گاهی وقتا اینقدر طلبمون از شأنمون و شخصیتمون و اینها بیشتر است که عرضم به خدمت شما که اگر به خود ما بگویند باعث خنده می شود. خب نکته بعدی، نکته بعدی این که از دعا تا عرضم به خدمت شما استجابت سید الشهدا، از طلب جون تا به عمل رساندن آن خواسته توسط آقا ابی عبدالله امیر بر کائنات، امام زمانش. یک نکته ای رو در آیات یک کمی دقت بیشتر کنید، سید الشهدا مدد کنند، یک کمی دقت بیشتر کنید. عرضم به خدمت همه شما این که در آیات شریفه قرآن مبارکه ملاحظه می کنیم کلمه ای را اشاره می کنند و آن هم استقامت است، یعنی طلبی که خداوند علی اعلی از مؤمنین دارد استقامت است. یکی دو آیه را با این عبارت می بینیم، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و سپس استقامت کردند. استقامت، خب در یک آیه میگوید که برای آنها هیچ حزن و ترسی نیست و نتیجه آنها چه می شود از نعمتهای بهشتی. در آیه دیگر نعم دیگری را اشاره می کند. در سوره جن خاصه تر اشاره می کند. استقامو، اینها که استقامت داشتن، ما ان غدقا به آنها می دهیم. اشاره به نعمت فراوان است. کسی که استقامت کند نعمت فراوان به آنها می دهیم. این استقامت چیه؟ که طلب حضرت حق است از بندگانش. همین مسئله را منطبق می کنیم در کربلای آقا سید الشهدا روحی له الفدا. نه این که ما منطبق کنیم انطباق حقیقی دارد، بلکه از انطباق قدری قوی تر از عین است، بلکه عین شخصی است. یعنی آنچه که خداوند علی اعلی از ایمان و مراتب مؤمن سخن میگوید و طلب میکند، واقع آن در کربلای آقا سید الشهدا روحی له الفدا هستش. واقع آن در کربلای سید الشهدا روحی له الفدا هستش. منطبق کنید، آیات را بخوانید، شواهدش را بیابید. اگر خلاف این بود که بنده عرض می کنم، حق با شما باشد، به شرطی که در دام شبهات نیفتید ها. نه، حقایق را، محکمات را. حالا استقامت، اگر کسی طلبی می کند از یار و استقامت نداشته باشد در ادعای خودش، هم خود را از بین برده است، هم معلوم است طلبش از هوای نفس بوده است، میل بوده است، امیال بوده است. برای ما هم بسیار رخ داده، بسیار رخ داده. در یک سن و سالی همه ما این را تجربه کردیم، در یک سن و سالی یه چیزی را طلب میکنیم، در آنم پافشاری میکنیم، بعد یا به دستش میاریم یا به دست نمیاریم، میگذره ازش یه مدتی، میگذره. وقتی ازش میگذره بعد به اینکه فکر میکنیم خدای ما چی میخواستیم،
برای اون مزحکه است. گاهی وقتا سرمون رو پایین می‌ذاریم به دناعت خودمون پی میبریم. چقدر ما پست فکر میکردیم که این شی به درد ما میخوره، یا این شخص به درد، دقت کنید، یا این شخص به درد ما میخوره. چه کسانی که معلمی داشتن در راه رفتن و بعد دیدن که معلمم خطا رفته است، چه کسانی که پای صحبت‌های کسانی بودن که گمراه میکردن. خدا اسباب هدایت را برای همگان فراهم کند. اگر کسی طلبی داشته باشد و این طلب را زود گذر از آن بگذرد، فراموش کند یا طلبش عوض شود، این نشان می دهد که این طلبی که دارد بر سر عقل و درایت نبوده است. اگر بر سر عقل و درایت طلب می کرد، برای چه از طلبش دست بکشد؟ حتما کسی که این اجتماع اخلاقی عقلانی، همه ملل هم قبول دارن، همه فرهنگ ها هم اینطوریه، حتما کسی که از انتخاب خودش دست میکشد، یک چیزهایی دیده است، یک مطالبی را فهمیده است که پی برده است آه این انتخابم غلط بوده، دیگه این رنگ لباس را نمی پوشم، شاید زمانی فکر میکردم درستش، دیگه این تیپ لباس را نمی پوشم، دیگه عرضم به خدا رعایت میکنم اموری که باید رعایت کنم، چون شأن خودشو میابه، تدبر میکنه، فکرش، مغزش رشد پیدا میکنه، میبینه چقدر پایین بود، باید بالاتر باشد. بله، پس دعایی که، طلبی که، خواسته ای که، سلیقه ای که مداومت ندارد، این نشان می‌دهد که برداشت شده از حواس، از نفس است، یا اتفاق اطرافیان، یا تشویق‌های غلط اطرافیان. خوب است انسان اگر در اموری هم مشورت می‌کند، اول ببیند آن شخصی که از او مشورت می‌گیرد در همان مسئله موفق است یا نه. دیده این بسیار توی جامعه رخ داده است، کمی اخلاقی خانوادگی صحبت کنم، و آن این که طرف خودش در زندگی هشتش گروه نوهشه، بقیه را راهنمایی میکنه شما این کار را بکنید. اگر بلد بودی که خودت رفته بودی راه رو، دیگران هم میکشی به پناه بر خدا. به هر حال اگر از کسی طلب میکنید راهنمایی رو، بنگرید این خودش موفق، رمز موفقیتش رو بگیرید. هرچند همه اینها در آیات و روایات ما قید شده است، احتیاجی به رجال نیست، چه برسد به رجاله ها که شبیه مردن، نه احتیاجی نیست، تمامش در آیات و روایات ما نقش شده است. آنچه را هم که ما درکش نمی کنیم تقلید می کنیم، با آن شرایطی که از عالمی که باید از آن تقلید کنیم داریم، تمام. رجوع جاهل به عاقل عقلا دستور است و جایز است. استقامت، پس طلبی که می کنی استقامت دارم. سید الشهدا روحی له الفدا این را به همه عالم نشان میدم، من میتوانم طلب جون را همین الان بدم، ولی همه عالم بدانید که جون من، غلام من استقامت دارد در آن ادعایی که میکند. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامتشان را نشان میدهد سید الشهدا به همه عالم. تا کجا استقامت میکند؟ تا آخرین قطره خونش، یعنی تا آخرین لحظه حیاتش نشان میدهد به او میدهند، و الا طلبش در همان ازل داده شده بود، داده شده بود، ولی انطباقش در این عالم به استقامت است. حال شما هم چیزی از اربابت میخوای، استقامت کن. بله، وقتی به استقامت بیفتی شیطان هم وارد عمل تو میشود، وارد میشود برای تو، وارد شدن عجیب و غریب که تو را از راحت منحرف کند. استقامت کن، میدهند به تو آنچه که میخوای، چیزی میدهند که از آنچه میخواستی هم فراتر است. خودت هم متحیر می شوی، یک باره به خود می آیی این همه نعمت. الحمدلله رب العالمین، و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. هر جای این عالم هستید، هدیه محضر علی ابن مسرضا صلوات خط کنید. یا علی. زمین کربلا تاجی شکستم، جوانان یک به یک بردی زدس.
ستم زمین کرم بلان فصل بهار است زفون نوجوانان لاله زار زمین کرم بلا عجب کردی و تو مهمان نوازی زمین کربلا باهل بازی عجب کردی